فکر میکنید میتونید فرزندتون رو تو مدارس آمریکایی ترکیه ثبت نام کنید؟ سلام. مدارس آمریکایی ترکیه تو سالهای اخیر توجه خیلی از والدینی که ترجیح میدن فرزندشون توی سیستم اینترنشنال درس بخونه رو به خودش جلب کرد. برای ثبت نام توی این مدارس نیازی به اخذ شهروندی ترکیه نیست و با کارت اقامت در ترکیه و دارا بودن شرایط اعلامی توسط مدارس میتونید فرزندتون رو توی این مدارس ثبت نام کنید. مدارس آمریکایی ترکیه برنامه‌های درسی آمریکا رو دنبال می‌کنن و زیر نظر وزارت آموزش پرورش آمریکا و بخش بین‌الملل وزارت آموزش پرورش ترکیه هستن. این مدارس میتونن یه راه حل و سکوی موفقیت واسه دانش آموزان مهاجر توی ترکیه باشن. این مدرسه برای دانش آموزان بین‌المللی طراحی شدن. مدارس معمولا از یه برنامه درسی از ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و یا آلمان پیروی میکنن و آموزش ابتدایی ممکنه به هر زبانی داده بشه. و البته اینم بگم توی این مدارس چندین زبان معمولا آموزش داده میشه که عمدتا زبان اصلی انگلیسی میشه و در کنار اون زبان آلمانی، فرانسه، اسپانیایی و یا یه زبان دیگه مثل عربی کنارش تدریس میشه. اما معمولا بیشتر این مدارس همونطور که گفتم زبان اصلی آموزششون رو انگلیسی میدونن و در کنار اون آموزش زبان ترکی هم دارن. چون این مدرسه ها استانداردهای مشابهی از تحصیل رو در سراسر جهان ارائه میدن، مدارک فارغ التحصیلی این مدارس تو سطح بین‌الملل مورد قبوله. به همین خاطر انتقال دانش آموزان واسه ادامه تحصیل به کشورهای اروپایی و کانادایی به مراتب راحت‌تر و امکان پذیرتر. مراحل پذیرش و ثبت نام دانش آموزان تو مدارس آمریکایی ترکیه از یک مدرسه به مدرسه دیگه فرق داره. بعضی از این مدارس بر اساس شرایط ویژه‌ای ثبت نام می‌کنن و بعضی دیگه شرایط ثبت نام راحت‌تری دارن. این در حالیه که تو بیشتر این مدارس ثبت نام واسه ملیت‌های دیگه آزاد. مدارس آمریکایی ترکیه در مقایسه با مدارس خصوصی خود ترکیه بسیار گرون‌تره. البته اینم در نظر داشته باشید امکانات و خدماتی هم که توی این مدرسه به دانش آموزان داده میشه در سطح خیلی بالایی قرار داره. مواردی که در تعیین هزینه ثبت نام میتونه نقش داشته باشه میتونم بگم شبانه روزی یا روزانه بودن مدرسه، پایه تحصیلی، سن مؤسسه، خدمات مدرسه، امکانات مدرسه، پرداخت نقدی و یا اقساطی، شرکت تو برنامه‌های آیبی و خیلی شرایط دیگه. اما به طور میانگین هزینه ثبت نام توی این مدارس بین 10,000 دلار تا 17,000 دلار واسه هر سال متغیره. کلاس‌ها و برنامه‌های درسی توی این مدارس در واقع همون منابع درسی هستن که دانش آموزان همون پایه توی آمریکا یا کشورهای اروپایی تحصیل می‌کنند. این برنامه‌های درسی به صورتی طراحی و برنامه‌ریزی شده که دانش آموزان رو واسه ورود به کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکا و کانادا آماده می‌کنه. در واقع می‌تونیم بگیم هدف این مدارس آماده کردن دانش آموزان واسه ادامه تحصیل تو بهترین دانشگاه‌های دنیاست. یکی از مهمترین شرایط پذیرش دانش آموزان تو این مدارس تسلط اونا به زبان انگلیسیه. البته تو بسیاری از مدرسه ها واحدهای عمومی باید به زبان ترکی تدریس بشه. برای همین آشنایی به زبان ترکی هم واسه ورود به این مدارس الزامیه. البته که از دانش آموزان مدارکی مربوط به آزمون تومل یا آیلتس یا تافل گرفته نمیشه، ولی مصاحبه حضوری در ارتباط با زبان انجام میشه. از شرایط دیگه تحصیل در ترکیه اخذ اقامت توریستی و کیملیک کارته. چون تو زمان ثبت نام حتما باید متقاضی کارت اقامت داشته باشه و یا پاسپورت ترکیه. برای ثبت نام کلیه مدارک و سوابق تحصیلی دانش آموز باید به زبان انگلیسی ترجمه بشه و همچنین مهر وزارت امور خارجه و دادگستری هم باشه. ریز نمرات تحصیلی هم باید توی ترکیه معادل سازی بشن و در مرحله آخر امتحان ورودی از دانش آموزان گرفته میشه تا میزان دانش اونها تعیین بشه.
میزان رقابت در مدارس انگلیسی زبان ترکیه خیلی زیاده و نیازمند تلاش زیاد از طرف متقاضیه. برای همین دانش آموزان لازمه تا قبل از ثبت نام تو این مدارس شرایط اونها رو به طور کامل مطالعه کنه، چون تو برخی از این مدارس همونطور که گفتم شرایط خاصی واسه پذیرش دانش آموزان وجود داره. ممنون که تا آخر ویدیو با ما بودید. این ویدیو رو به دوستان و آشناهاتونم بفرستید تا اونا هم اطلاعات کامل در زمینه تحصیل فرزندانشون توی ترکیه رو داشته باشن. مرسی، روز بخیر.